سلام بچه ها، سلام. روزتون بخیر. خب، لایو صبحانه گذاشتم دوباره امروز، گفتم یه ذره صحبت بکنیم با هم، یه ذره پیاماتون رو جواب بدم، حرفای خودم رو بزنم. مرسی مرسی. خیلی خوب، دیشب چقدر از لایو نرگس بازی با خوشم اومد، چقدر نرگس مسلط و قشنگ سوالاش رو آماده کرده بود، خیلی خوب نکات رو گفت، چیزایی که توی ذهنش بود، یعنی انقدر خوب مورد به مورد رفت جلو که میشه گفت لایوی که طولانی بود، تقریبا یک ساعت و نیم، شاید هم بیشتر، آره دیگه یک ساعت و نیم هم بیشتر شد لایف به اون طولانی. واقعا من فکر کنم وقت تلف شده نداشت، یعنی همش صحبتهایی بود که خب برای خیلی هم جالب بود و چقدر هم بچه ها اومده بودن تو لایف و استقبال کردن. البته من چیز خاصی خیلی نمیخوام راجع به لایف بگم، به نظرم گفتنی ها گفته شد، حرفا رو زدن و حالا چیه اینا که الان بهتون میگم چیه صبحانم، بعد حرفا رو زدن، حالا منتظر لایوش میشیم با سیما. این صبحانم رو بهتون نشون بدم، این نیفتی تو این لقمه، یه کوچولو خامه و مربای آلبالو، پنیر و بادوم، اینم شکلات، همطوری شکلات بون بون. آره لایو نرگس با سیما زمانشو هنوز مشخص نکردن، ولی سیما خیلی منطقی و خوب این حرفش بوده که گفته میخوام یه ذره عصبانیتم کم بشه، هیجانم مرسی بچه ها، گفته یه ذره میخوام هیجانم فروکش کنه بعد بیام لایو بذارم و صحبت کنم. اینه که زمانشو هنوز تعیین نکردن، ولی خب احتمالاً به همین زودی ها میذارن. خیلی خوب بچه، من دوست داشتم که امروز توی لایو خودم، حالا جدا یعنی که راجع به این مسائل صحبت کنم و سوالاتون رو جواب بدم، یک کمی هم راجع به حالا خاطرات خودم، بچگی های خودم، اینا یعنی توی لایوام بگم. یکم برگردیم به اون دوران و راجب حالا آره دیگه راجب بچگی های خودم دوست داشتم بگم. من یادمه که اولا که خب من بچه دیگه، همه تون میدونی، من حالا یک کوتاه در حد چند ثانیه بگم که خب من بچه آخر بودم و اختلاف سنی من با خواهرای دیگه هم 5 سال و 8 سال بود، ما کلن 3 تا دختریم. بعد و توی فامیلم، توی مثلا حالا فامیل خودمون، چه پدری چه مادری، اون برهی که من به دنیا اومدم تنها بچه کوچولوی اون تایم بودم، یعنی
مثلا بچه های دیگه اختلاف سنی هاشون با من همین 4-5 سال بود، بعد من بودم، بعد از من حالا مثلا 2-3 سال بعد چند تا از مثلا بچه دیگه اومدن، ولی خب من یه تایم طلایی برای خودم فقط تنها بچه کوچیک در واقع هم خونه و هم فامیل بودم. اینه که خب از این نظر من خیلی مورد توجه بودم، خیلی مورد توجه بودم و مامان و بابام هم همیشه هی میگفتن که ما مثلا همیشه اینو، مخصوصا بابام اینو خیلی تعریف میکرد که آره تو اومدی دنیا، جنگ تموم شد، چون من سال 68 بودم دیگه، توی کرمانشاه هم خب زمان جنگ واقعا وضعیت خوبی نبوده چون شهر مرزی هم جوار با عراق بوده. بعد مثلا بابام همیشه گفت آره تو که به دنیا اومدی جنگ تموم شد، نمیدونم ما همون سال خونه خریدیم، خلاصه خیلی مثلا من تعریف میکردن که تو باعث خیر و برکت و نعمت و اینا تو زندگی ما شدی. من همیشه یه توهمی برام داشته بود که دیگه من خیلی خاص و ویژه‌ام و نمیدونم، من خیلی مثلا اگه من به دنیا نمی اومدم لابد مثلا تو الان هنوز جنگ ادامه داشت یا اینا، مثلا هیچ وقت خونه دار نمی شدن. همه این چیزا، این فکرها رو با خودم می کردم تا اینی که من توی سن فکر کنم 16 سالم بود، آره دیگه 16 سالم بود که متوجه شدم، یعنی مامانم داشت صحبت میکرد تو حرفاش فهمیدم که من ازم بچه ناخواسته بودم و اینا. بعد از 2 تا بچه که خب مثلا حالا فکر کن سیما خواهر بزرگم اختلاف سنیش با مینا 3 سال بوده، اینا دیگه 2 تا بچه داشتن و دیگه اصلا هم نمیخواستن که یه بچه دیگه بیارن که آره اصلا یه بچه دیگه نمیخواستن و من ناخواسته بودم. انقدر به من برخورده بود اون تایم، انقدر به من برخورده بود. بعد با اینا دعوا داشتم که چرا، یعنی چی، مگه شما برنامه ریزی نکرده بودیم که مثلا من تشریف بیارم و مثلا کنفه یکون بشه زندگی تو؟ حالا حتی اینا رو یه ذره با چیزم دارم میگم، ولی ته ذهنم این بود که خب مگه مثلا یه همچین داستانی نداشتیم؟ پس اینی که ازم بخوای ناراحت بشه، مامانم ناراحت بوده وقتی که فهمیده بار داره، به خاطر اینکه اصلا شرایطش رو نداشته، اصلا نمیخواسته یه هوی بعد اون دوتا. بعد ولی خب حتی بعد از این جریانی که من به دنیا میام و اینا، پدرم میره بازه تومی میکنه که دیگه مطمئن بشن هیچ خیر و برکتی نمیخواد تو زندگیشون بیاد. بعد آره، ولی خب کلن این جالب بود، آره جالب بود این مسئله. و من بعد از یه تایمی هم، یعنی موقعی که 12 سالم شده بود، چون که من بسا بهتون میگم من 11 سالم بود که خواهر بزرگم سیما، نه 10 سالم بود، 10 سالم بود که سیما رفت دانشگاه قبول شد. و بعد دیگه سیما مثلا دانشگاه که قبول شده بود، دانشگاه فردوسی مشهد، بعد از اون 4 سال دانشگاه مثلا لیسانسش، بعد فوق لیسانس گرفت، بعد ازدواج کرد، بعد دکترا گرفت، یعنی دیگه کلن از اون تایم دیگه مثلا از خونه انگار که جدا شد و زندگی مستقل خودش رو به اون صورت داشت. بعد از اون 12 سالم بود، آره دیگه 12 سالم هم بود که مینا رفت دانشگاه. مینا چیز بود، دانشگاه آزاد عراق بود، رشته نساجی، مهندسی نساجی. بعد دیگه مینا هم همینطور مثلا سالای آخر دانشگاهش بود که ازدواج کرد و دیگه بعد اومد تهران و کلن باز مینا هم زندگی خودشو
داشت و من دیگه مثلا رسما از 12 سالگی به بعدم فقط خودم بودم تو خونه، یعنی من بودم و مامان بابام. خیلی هم بچه چیزی بودم توی اون سنای مثلا حالا نوجوانی و اینا، خیلی بچه جدی شده بودم، جدی و یه ذرم آره دیگه خیلی بچه جدی بودم، آهنگای سنگین گوش میدادم، مثلا آهنگای داریوش گوش میدادم، خیلی مثلا میخواستم با این کارا به اینا بگم که مثلا من آدم بزرگم، با من مثل بچه رفتار نکنیم، برای اینکه خیلی من باید حالا اینا رو الان اینطوری دارم میگم و اون زمان شاید علت این مسائل رو نمیدونستم، ولی خب چون که شما فکر کن خب بچه کوچیک باشی بعد دیگه اونا نباشن، خب مثلا مامان بابام میخواستن محبت بکنن، ولی من خیلی به هم بر میخورد اگر که با من مثلا رفتاری داشته باشن که یه ذره نشان از این باشه که مثلا من کوچیکم، یعنی اون حالت بچه بودن یا کوچیک بودن بخواد توش لحاظ بشه. به خاطر همین همیشه خیلی میخواستم یکی از کامنت ها میگه ماگه از خودش گنده تر. نه اینو به خاطر اینکه نزدیک دوربینه، بیا خوب شد سایزش. خب داشتم اینو میگفتم، خیلی من یه گاردی همیشه تو وجودم بود که بخواد نشون بده که آجون مثلا شماها نباید با من شوخی کنین، شماها نباید منو بچه حساب کنین. اینه که خیلی خیلی این حالتهای جدی تو رو داشتم، برخلاف بچگیام که خیلی شاد و شلوغ و اینا بودم. از یه تایمی که مخصوصا سیما و مینا دیگه از خونه رفته بودن، من خیلی انگار میخواستم بگم که منم یه قدرتی هم تو این خونه و شماها باید اینو بدونین، من مثلا بچه کوچولوتون نیستم، که البته ظاهرا موفقم نبودم که اینو بخوام ثابت بکنم، هنوزم نیستم. بچه یک کوتاه من یه جمله رو بگم راجبه اینی که خب خیلیاتون تو کامنت ها هایی دارین راجبه وحید میپرسین. وحید از دیروز که از گروه لفتاد دیگه آنلاین نشد، دیگه آنلاین نشده تا الان، و اینی که کجاست رو نمیدونیم. حتی با زیبا هم صحبت کرده، نگفته که کجام، جاشو نگفته. بعد سمیرا هم دیشب با من صحبت کرد، گفتش که سهر در مورد اون مسئله پیپال و پولی که نینا به پیپال سیما زده، میگفت نینا به من زنگ زده راجبه اون، خواسته یه صحبتی بکنه. از چیز لفت داد، از ادمینی لفت داد، از خود گروه اصلی لف نداده. بعد گفتش که نینا به من زنگ زده راجع به اون مسئله پیپال، بعد گفته که آره امروز هم با وحید حرف زدم، یه ساعت با هم صحبت کردیم،
بعد سمیرا میگفت که مثلا گفتم کجاست و اینا، گفته آره حالش خوب بود، حالش که خیلی خوب بود. بعد میگفت مثلا گفتم خب کجاست، هتل گرفته مسافرخونه رفته اینا، گفته که ویلکام سمیرا جون، دیگه نخواسته که بگه. حالا اینم در همین حدی که من از شماها من خبر داشتم و به شماها هم گفتم. آره بادون با پنیر خوب نیست، کم کمه کوچیکه، حالا یه ذره هیچی مون نمیشه. یعنی الان ادمین اصلی سمیراست، منم که هویجم. بچه حالا جدا از شوخی، اولا که الان ادمینای گروه من و سمیرایم، آره من و سمیرا و ساناز، من و سمیرا و ساناز. اتفاقا ساناز با وجود اینی که شاید اسمش کمتر آورده میشه، ولی ساناز بیشترین کارای گروه رو از نظر ادمینی، مثلا اد کردن بچه ها، چک کردن پروفایل ها، اینستاگرام ها، همه اینا، اینا رو ساناز انجام میده. یعنی حقیقتا اونقدری که ساناز این مسائل رو چک میکنه و انجام میده و میاد مثلا میگه این اینجوری اون اونجوری، خود ما ها اونقدری این کارا رو نمی کنیم و پس از این لحاظ ساناز خیلی در واقع ادمین زحمت کشیه. ولی به جز اون خب کلن هم حالا بگیم مثلا کارای خیلی خاصیه مثلا حالا ادمین باید چیکار بکنه که عضو عادی نمیکنه، خیلی هم کار تکنیکی خاصی نداریم بر ادمین. ولی خب ساناز کیه؟ ساناز خواهر سینا که مشهده، منم پارسال که مشهد رفته بودم، پارسال همین وقتا که مشهد بودیم، خیلی باهاش دوست شده بودم و خیلی هم دختر خوبی بود. آره ساناز ایرانه، مشهد. خب یه لقمه ای هم بخوریم. آره ساناز معجبه هم هست. بذار عکس ساناز رو نشونتون بدم، حالا هی ساناز براتون سوال شده. بذار بریم الان عکس ساناز رو بهتون نشون بدم. بذار لود بشه. این عکس رو میبینیم. خب این اولیه که سیبیل داره که جناب سیناس وعیدو که میشناسین، اون محیا بود که حالا کلن از ماها فاصله گرفته. بریم زوم کنیم، زوم کنیم. این که منم پارسال ماهم خیلی کوتاه بود، ایشونم بزرگ کن ببینم، ایشونم سانازه. اینم ساناز. خادم حرم هم هست ساناز، اینم بهتون بگم که بار سال من مشهد بودم، یعنی با وعید مشهد بودم، حالا میگم من وعیدم بود، دو بار برای ما غذای حرم آورد. اینقدر خوشمزه بود، اینقدر به من چسبید. یعنی حالا کاری ندارم، بس اعتقادات مذهبی نیست، ولی انگار یه انرژی خاصی داشت اون غذا، من خیلی دوست داشتم. یه بارش قرمه سبزی بود، یه بارش هم چیز بود، کباب بود، کباب بود.
زیبا هم که امروز رفته بود جواب آزمایشش رو ببره پیش دکترش، و بعد از اون برم میخواست بره خونه داریوش که یه دوره همی داشتن، و آخرش هم نفهمیدم گفت کیا میان. حالا میاره عکس و اینا رو نشونتون میده دیگه، ولی منظورم هنوزم من ندیدم آنلاین بشه، شاید هم آنلاین شده 100% شده رفته، چون ساعت 10 صبح نوبت داشت دیگه، احتمالا رفته کارشون کنه. این لایو رو ذخیره میکنید؟ بله بله جناب رشبری، ما مثل شما نیستیم که لایوامون رو ذخیره نکنیم، ما تمام لایوامون رو ذخیره میکنیم. اطلاعات ساناز رو میخوای؟ خودتو زحمت نده بیا تمام این عکس ها و چیایی که اینجا تو لایو نشون دادم توی کانال تلگرامی هست، خب برو هم اونجا همه رو در بیار. آخه سلطان بلیت نگرفته بود، نمیدونم. حالا بچه ها ول کن، من یه چیزی قل از قلوتی اینجا نگم، بعدا زیبا بیاد شاکی بشه، خودش میاد عکس ها رو میذاره دیگه. مامانش گفت خادم دیگه نیست. آخه اون موقع هم چیز نبود، رسمی نبود، چون که بر من توضیح داد، گفتش که ببین کلا دلی خودش دوست داشت این کار انجام بده. بعد اون زمان یه اسمی داشتن، چی میگفتن؟ خادم چی؟ خلاصه دو جور، یه اسم جالبی هم بود، ولی دو جور بود. کسایی که رسمی بودن اونجا، مثلا حالا بهشون حقوق میدادن، اونا باید حتما متأهل باشن، خب یعنی باید حتما ازدواج میکردن. یه جور دیگه‌ش هم کسایی بودن مثل حالا ساناز که اینا مثلا میرفتن گفتن خب ما دوست داریم اینجا کار کنیم، کار میکردن ولی حقوق و اینا نداشتن. حالا اون اسمی که میگفتن یادم نیست، بنابراین حالا ممکنم هست دیگه نره، چون خیلی وقت حالا باش صحبت نکردم بپرسم. آه افتخاری، راست، آره خادم افتخاری فکر کنم اینجوری بود. آره افتخاری بود، میگفت مثلا خیلی هم دختر زرنگ و تیز و چیزیه خوبیه، خوشم میاد ازش. بعد میگفت مثلا چند بار گفتن که آره خانم قدیریان، فامیلشون قدیریان، میخوای اگه میخوای که مثلا رسمی بشی خب ازدواج کن که رسمی بشی و فلان و اینا، ولی من که نمیتونم مثلا برم ازدواج کنم همینجوری که بیام رسمی بشم. اینم از این. آره آره گفتم دیگه افتخار. خب از من دعوت میکنی در یک لایو مشترک که به سوالات شما پاسخ بدم، لایوم ذخیره میشه. و از همین الان بهت بگم که من حالا اگر که بخوام با شما لایو بذارم یه سری شرایط های خاصی رو میذارم، و اینجوری هم نباشه که چون بچه این آقای رشتبری رو ما خیلی وقته که میشناسیمش، بعد اون وقتا میگفتش که آره توی لایو من که میایم بعد معجبه باشی و نمیدونم چیز کنی. اول منم که حجاب نمیذاشتم نهایتا یه تری، ولی الان دیگه از این خبرو نیستش. اگر که لایو میخوای اینو حداقل از الان بدون، ولی بازم بعید میدونم که باهات لایو بذارم به خاطر یه سری سوابقی که شما داری. ولی تازه بذارم هم تو پیج خودم میذارم، یعنی شما رو میارم بالا، ولی بازم حالا بذار ببینیم چی میشه، خب بچه بس دیگه، حالا این بحثا رو اینجوری منحرف نکنیم. زیبا هم دیدم آنلاین شد ویدیو مسیج داده.
ساناز ادمین زیبا یک ولایی و حزب الله تمام عیار هست. ببین اصلا گروه ما که گزینشی نیست، شما بگی مثلا کسی که حزب الله باشه، کسی که این این چرا بله شد، کسی که حزب الله باشه، کسی که مثلا مذهبی باشه نمیتونه بیاد. تو واقعا ما خیلی کسا رو داریم که اعتقادات خودشون رو دارن و توی گروه هستن، مثلا شرط خاصی نداریم که بگی مثلا ایشون چون حزب اللهیه نمیتونه بیاد، اوشون چون نمیدونم چی میگن فلان نمیتونه بیاد. این که هر کسی با هر اعتقاداتی تو گروه میتونه. شکلات و پازدان نه بلش کن، مربای شیرین بود به اندازه کافی. بچه صحبت کردن راجع به گذشته واقعا کار آسونی خیلی نیست، و با وجود اینی که من حالا مثلا شما بگی یه زندگی در ظاهر معمولی داشتم، مثلا یه دختری بودم، یه بگی حالا اتفاقات خیلی خاصی توی زندگیم نیفتاده بود تا قبل از آشنایی با زیبا، ولی بازم وقتی خودم میبرم توی اون فضا شروع میکنم به حرف زدن، حالا یادآوری همین خاطرات و صحبت کردن در موردشون، خیلی بر من راحت و روان نیست، احساس میکنم یه جای گیر میکنم. بنابراین من سعیم اینه که حالا مخاطب اصلی لایف خودم باشم، که اصلا با همه این گیر و گورایی که توی وجودم هست و علتشون هرچی که هست من نمیدونم، سعی بکنم که اینا رو بیان بکنم، باز کنم. مثلا یه خاطره که میخوام براتون بگم از روز اول مدرسمه. من تو کلاس چهارم مدرسه دولتی بودم. بعد مدارس دولتی اون زمانم خب یادتون باشه من چون 68 هم دیگه خیلی شلوغ بود، یعنی کلاسای ما مثلا الان خیلی مدارس دولتی خوب شدن، خیلی امکانات خوب، نمیدونم جمعیت‌های کم، مثلا سیستماشون فرق کرده، ولی اون زمان خیلی کلاس‌ها شلوغ بودن. بعد من یادمه که اصلا دوران مثلا مهد کودک و پیش دبستانی نه، چون پیش دبستانی من یه مهد کودک خیلی خوبی میرفتم، خصوصی بود، بعد خیلی فضای مثلا خوبی داشت، اونجا من راحت بودم. ولی وقتی که رفتم توی اسم دبستانمونم شکیبا بود، توی همون خیابون شریعتی کرمانشاه، من اونجا که رفتم یعنی اصلا خیلی یعنی انگار که وارد یه دنیای متفاوتی شدم. اولا که مثلا منی که حالا تو خونه بکن، چون مام بابای من خیلی رفتارشون خوب بود، یعنی آدم های خشنی نبودن، آدم های مثلا چیزی نبودن. حقیقتش من اصلا هیچ وقت از مامانم نمی ترسیدم یا از بابام نمی ترسیدم که حساب ببرم بترسم، مثلا بگم الان فلان چیزو شکوندم الان میان یه چیزی به من میگن یا این کار کردن. نه، من خیلی راحت بودم تو این مسائل. و کلن هم مثلا فامیلمونم، مثلا شما بگو من مادر بزرگام خیلی مهربون بودن، توی فضایی که بودم خیلی خوب بود، همه چی خیلی خوب بود. یه دفعه که من رفتم توی مدرسه، اولا بچه ها مثلا اون همه جمعیت کلاس و بعد نیمکت ها مثلا 3 نفره، بعدش حالا رفتار معلم ها، من چون باز مامانم خیلی آدم مثلا پیگیری بود و میومد خودش قشنگ صحبت میکرد، مثلا دیگه معلمم مثلا دستش میومد، با من رفتار چیزی نداشتن. خودم هم مثلا دانش آموز خوبی بودم، حالا از اون تاپ های کلاس نبودم، ولی
هر حال وظایفم رو انجام میدادم، بچه آرومی بودم، با من کاری نداشتم، ولی اصلا از اینی که میدیدم مثلا حتی همکلاسی منو میزدن یا داد میزدن یا مثلا خود بچه ها مثلا این من یادم یه صحنه هیچ وقت یادم نمیره، اون روزای اول مدرسه، اولا که من اولین روز مدرسه از اون استرس و اون فضایی که بودم و اینا مثلا حالم به هم خورد، حالم خیلی بد شد. ولی بعد از اون یه صحنه که یادمه، توی حیات مدرسه بودیم، یه دفعه یه بچه‌ای بود، حالا اصلا تو کلاس ما نبود، مثلا یه دونه از این خیاروی سالادی گنده در آورد، پیچون لای نون سنگک اینجوری داشت گاز میزد. مثلا هیچ وقت اون قیافش یادم نمیره، مثلا همینطوری چیز بودم، برام خیلی، یعنی اصلا انگار وارد یه جهانی شده بودم که با تمام ذهنیت‌های من فرق داشت. بعد خیلی دوران جالبی نبود، دوران خوبی نبود. با بچه ها هم در نهایت تونستم دوست بشم، مثلا اینجوری نبود که حالا بگی دوست نداشتم یا تنها بودم یا اینا، ولی ولی کلن همین قضیه مدرسه باعث شده بود که یه استرسی تو من ایجاد بشه که نسبت به جامعه و اینا یه ترسی پیدا کرده بودم، نمیدونم چجوری بیانش بکنم. بعد آره، ساندویچ نون سنگک با خیار سالادی خیلی اون چیز بود. حالا نمیدونم چرا اینقدر این رفته، این صحنه مثلا رفت تو ذهن من، یا اصلا چرا این موضوع برام اینجوری شد، ولی کلن بعد اون زمان هم مثلا میدیدی توی این مدارس، تو مثلا مدرسه ما خیلی از بچه ها همشون با هم فامیل بودن، مثلا این دختر خالش تو کلاس بود، نمیدونم دختر عموش یه سال بالاتر بود فلان اینا، من خیلی دوست داشتم، گفتم کاش منم، یا مثلا خواهرشون توی مدرسه بودن هواشون رو داشتن، من اینجوری هم نبودم، خودم چون میگم همسن و سالم نبود و خواهر خودم هم دیگه موقعی که من دبستانی بودم اونا راهنمایی بودن، اینه که این چیزم نداشتم، این حالتم نداشتم. آره خیلی این بعد من مسئله چیزم داشتم، مسئله حالا نمیدونم این به چی برمیگرده، که بعضی بچه‌ها که خب دقتشون کمتره مثلا توی املا دوچاره چیز میشن، خوب نمیتونن، مثلا املام خوب نبود، ریاضیات هم خوب بود همیشه، ولی املام همین الان هم هنوزه که هنوزه، مثلا یه وقتایی یه کلماتی رو از الان خیلی خوبتر شدم، اون اوایل مخصوصا اشتباه می نوشتم زیبایی می اومد تو پیلیم و این اینجوری نیست اونجوریه، اینو درستش کن، میخوام بفرستم کانال، آبرون میره. خلاصه و املام هم خوب نبود، خیلی توی انجام دادن تکالیف هم داستان داشتم، خیلی کند می نوشتم و خیلی بدخط، خیلی هم حواس پرت، یعنی بازی گوش، اصلا تو فاز خودم بود. ولی کلن دوران دبستانم اینطوری بود تا کلاس چهارم. کلاس پنجمم که مثلا مامان اینا فاز مدرسه تیسوش، چون خواهر بزرگم تیسوشانی بود، بعد اینا گفتن که آره مثلا سهر رو بذاریم کلاس خصوصی، سهر رو نمیدونم بذاریم مدرسه غیر انتفاعی که با اینا کار میکنن برای چیز، یعنی پدر منو در بردن اون سال. فکر کن من تابستونی که میخواستم برم کلاس پنجم، کلاسای
کلاس خصوصی های ما شروع می شد. یه معلمی داشتیم، اینو بچه های کرمانشاه کسی که همسان و سال منن احتمالا خیلیشون بشناسن چون معروف بود موقع، اسمش آقای درخشی بود. بعد این خیلی هم بد اخلاق بود. بعد از اینا بود که سوالای تستی کار میکرد با بچه ها برای مدارس تیسوشان و نمونه دولتی و اینا، و خیلی فشار می آورد و حالا مثلا قبولیاش هم بالا بود. بعد مامان من اسم منو نوشته بود کلاسای این، بعد چجوری نوشته بود؟ دو جا، یعنی مثلا فکر کن شما یه معلم خصوصی بر بچت میگیری، مامان من دو برابر به این پول داده بود، من توی دو، چون گروهی بود کلاس خصوصی هم، من توی دو گروه بودم، یعنی هم صبح میرفتم کلاسش هم بعد از ظهر. مثلا واقعا فازش چی بود نمیدونم، ولی انقدر من اون تایم استرس میگرفتم، اذیت میشدم، حالا فکر کن فشرده ریاضی، نمیدونم علوم، ادبیات، چی کار میکرد، نمیدونم سوالات چهارگزینه‌ای میآورد. بعد از اون ور مدرسه‌مون که شروع شد، مدرسه‌مونم مدرسه دانشمند میرفتم کلاس پنجم، باز مثلا اونجا هم جو مثل دقیقا مثل کنکور، جو کنکور چطوریه همونو شما کوچیکترش کن بیار برای حالا مثلا انگار که تیزهوشان دیگه میخواد چی کار کنه برای اون. بعد ما کلاسای فکر کنم مثلا صبح میرفتیم مدرسه، بعد از ظهرش کلاسای فوق‌العاده داشتیم، بعد از اونم باز این کلاسای تستی کنکور و فلان و اینا. خیلی چیز بود، خیلی به من فشار و استرس و اینا اون سال اومد. اصلا هم دلم نمیخواست که چیز کنم، اصلا هم دلم نمیخواست که یعنی کلن هم بعضی بچه ها اینجوری بودن، بعضی بچه ها قشنگ میخوندن به نمیدونم تست میزن. آهان کتاب، ببین اینقدر کتاب تست خریده بودیم اون سال، من یادم اینجوری کتابای نمیدونم از قلم چی بود اون زمان، همینطوری کتابای مختلف، حالا برای بچه کلاس پنجم، بچه کلاس پنجمی که اصلا اونم اونجور بچه کلاس پنجمی که من قشنگ تو فاز بچگی بودم، یعنی بشینم عروسک بازی کنم، بشینم کارتون ببینم، نمیدونم توی دنیای مثلا خودم بودم. بعد منو با اون شرایط اینا حالا کلاس های اینجوری گذاشته بودن. آخرش هم یادمه اصلا رفته بودم سر جلسه این آزمون تیزهوشان، نمیدونم یکی چی اسمش، نمونه دولتی و اینا، اصلا هر از بر نمیدونستم، یعنی من هیچی براش نخونده بودم. من نهایتا در همین حد بود که بخوام درسای کلاسی خودمونو بخونم، درسای کلاسی خودمونو بخونم. حالا نمرات هم بد نبود، دقیقتا نمرات هم خوب بود برای تو کلاس، ولی دیگه اضافه، آره اضافه نمیخواستم چی کنم. ولی این مسئله همیشه تو ذهن من بود، موقعی که کنکوری شده بودم همش میافتادم یاد اون دوره وحشتناکی که سر تیزهوشان داشتم. اصلا یه حالت دافعی به سوالای تستی و چهارگزینه‌ای پیدا کرده بودم، این اصلا هیچ وقت من یادم نمیاد نشسته باشم. میرفتم کتاب تست و اینا میخریدم، دلتون بخواد کلی پول حروم این کتابا کردم، ولی هیچ وقت نمیشستم حل کنم اینا رو، یعنی همش تا میومدم شروع کنم به من یه استرسی میومد، انگار بک‌گراند اون موقعم زنده میشد. کامنت ها رو یه وقتا میخونم، گفته کامنت بخون سر، یه وقتا هم نمیخونم، چون من پیشترم گفتم این لایو، مخصوصا لایوایی که حالا میخوام شروع کنم، توی لایوای صبحونم مثلا
از گذشتم بگم، اینا ممکنه برای اصلا خیلی جذاب نباشه، خیلی اصلا نخوان بدونن یا هر چیزی، اصلا اومدن تو لایو من صرفا مثلا خلاصه اخباری از گروه رو بشنون و من دارم اینا رو میگم براشون خسته کننده باشه، ولی به هر حال اینا صحبتاییه که من میخوام شروع کنم راجبه اون زمانهای خودم. خیلی خوب بچه ها، بریم دیگه ها. یه کوچولو کامنتاتون رو نگاه کنم بریم. شکلات بخور. نه مرسی بچه، بریم بریم، خدافظ. یه مگه کارت دعوت دادی که بیان هر کی ناراحته به سلامت؟ نه اتفاقا اشکال نداره، بذار اونایی که ناراحتن هم ببین برها یه چیزی جذبشون کرده که با وجود ناراحتی موندن. آره اونا هم بذار بمونن.